با درود بسیار خدمت همه شما عزیزانم. هفته تلخی بود. مسموم کردن بچه های ما. یک مطلبی برای من نوشته دوست نازنینم دکتر بروخیم کامران عزیز و اینو براتون میخونم، دقت کنید. کامران اینو با تأملات بسیار نوشته. علی جان، گاز سمی در مدارس فوستین که عوارض قلبی، ریوی، صدمه به جگر و کلیه، علائم تنگ نفس، علائم نارسایی قلبی، عصبی و جهاز هاضمه، کار خیلی خطرناک. این یک پزشک مسئوله، مثل دوستان عزیزم برادران علایی. اینا به فکر هموطنشون هستن. الان داریم این دختر بچه های نازنین در معرض این هجوم وحشیانه گرازهای ولایت فقیه هن. اطلاعات سپاه این برنامه رو اجرا میکنه. طالبان اجرا که معلم اینا شده طالبان. اونا اجرا کردن، اینا هم دنبال رو. بعدم گفتن این محفل خودسره. سر قطعه زنجیری هم گفتن محفل خودسره. مقاله منو بخونید تو ایندیپندنت فارسی هفته و همینطور در سایت ما هم هست در رابطه با همین ماجرای مسموم کردن دخترانم. دوستی نوشته کی گفتم امروز تاریخش یاد داشت. این جنایتکاران چون در مسموم کردن دانش آموزان عکس عملی از جانب مردم ندیدند، از این پس در کل اجتماعات و اعتراضات از گاز سمی استفاده خواهند کرد. اینا آزمایش مسموم سازی رو از مدارس شروع کردن. از این طریق فعلا دارن آزمایش میکنن. اینها به زودی در نماز جمعه های اهل سنت، ورزشگاه ها، بازار و هر جا که فکرشون رو بکنی از این مواد سمی علیه مردم استفاده خواهند کرد. این خط اینم نشون. اینا به قیمت کشتن تمام مردم ایران میمانن و میایستن و مبارزه میکنن، چون میدونن هیچ جای دنیا جاشون نیست. هیچ کجا اینا راه نمیدن. چرا؟ ونزوئلا راهشون میده، پولاشونم میگیره. مجبورن بمانند و بکشن. اینا پاش برسته زن و بچه های خودشونم قربانی میکنن. مگر جنتی و محسن رضایی و محمدی گیلانی و مشکینی و خیلی های دیگر بچه های خودشون رو قربانی نکردن؟ حالا به اسم مولد سازی اینا برای ماندن هر جنایتی را مرتکب خواهند شد. حالا به اسم مولد سازی دست به چپاول اموال مردم زدن. چنین جنایت و چنین چپاولی در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته. شما هنوز خامنه ای دار و دستش رو نشناختی. من 35 سال در احوال اینها وقت گذاشتم و مطالعه کردم. نهیزم من خوب خامنه ای رو میشناسم. سید علی آقا رو از 10-15 سالگیش میشناسم. بچه 4-5 ساله بودم. از همون وقت میشناسمش تا سر انقلاب و بعد از انقلاب و تا روزی که به هر حال دیدم در جایی که جهل و جور و فساد حکومت میکنه جای من نیست. به هر روز بانوی از ترکیه پیامی داده بسیار تلخ که چون علی آقا شنیده بود تأکید کرد که این پیام رو حتما بشنوی. با کمال میل صدای بانوی عزیز هموطن رو میشنوی. سلام، خسته نباشین، مزاحمتون شدم عزیزم. من تنها راه ارتباطی این قضیه رو پیدا کردم که بتونم به این صورت با شما صحبتی داشته باشم در مورد پناهندگان ترکیه. من به اتفاق همسر و دو فرزندم از سال 92
اسفند 92 که مطابق با مارس 2014 میشد وارد ترکیه شدیم و اینجا پناهنده شدیم و ظرف حدوداً یک سال قبولی یونمون رو گرفتیم. کیسمونم از نظر خود من اجتماعیه، ولی خب اینا شاید من احساس میکنم سیاسی محسوب کردن. من این مطلب رو خواستم خدمتون بگم که چرا کیسای حالا اگرچه هم سیاسی باشه، چرا باید موقعی که انقدر با خطر مواجه هستن از کشور خارج میشن به هزار با هزار مشکلاتی که بالاخره درگیر و داره اون مشکلات، اینا به سختی هر کسی خودش از کشور خارج میکنه، ولی خب متاسفانه کشورهایی که باید حمایت بکنن حمایت لازم رو نمی کنن و با توجه به اینکه سازمان ملل به رسمیت شناخته ما رو قبول کرده و برگه قبولی داده، بلا تکلیف ما رو توی ترکیه نگه داشته. تازه اونایی که همزمان با من اومده بودن همه الان حدوداً 2 ساله که تو کشورهای سومشون دارن زندگی هاشون رو میکنن، ولی من با داشتن یه پسر 30 ساله، یه دختر 27-28 ساله توی ترکیه هنوز بلا تکلیف موندم و خودم هیچ، همسرم هیچ، ولی 2 تا جوان من داره زمانش به بتالت میگذره. نه راه برگشتی به ایران داریم که کابوس وحشتناک این قضیه برامون، و نه راهی برای جلو رفتن، نه اوضاع مالی خوبه که تن به قاچاق بدیم از طریق قاچاق بتونیم از کشور خارج بشیم، و نه متاسفانه سازمان UN، سازمان ملل به ما بالاخره امکاناتی میده. هیچ 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 راهی نداریم. و جالب اینجاست که توی چی پروندمونم زدن واجد شرایط کشوری نیست. خب ما باید چه بکنیم؟ ما با باید سوال. ببینید بانوی گرامی، خواهر من، من متخصص پناهندگی نیستم، ولی توی این مدت یه چیزایی رو خوب میدونم. یه بارم در ترکیه یک مجموعه ایرانی بودن، زندیات محمود خیامی لطف کرد کمک هایی براشون فرستاد که خیلی هاشون موفق شدن با همون کمک ها به کانادا برن. اون مرد بزرگ امروز نیست، ولی واقعا کمک کرد در هر زمینه به ایران. اما در مورد شما، سازمان ملل به وظیفه خودش عمل کرده، کیس شما رو دیده، و اصولا میخوام بگم همه ایرانی ها بالا میرن پایین میان که کیسشون سیاسی باشه. کمتر، البته تغییر مذهب رو نمیدم، این همی چیزایی هست پذیرفته میشه. حالا شما الان از سازمان ملل در واقع به عنوان پناهنده به صورت دو جوره، باید بگم نه دو فکتو، به رسمیت شناخته شد. اما کشور ثالثی غیر از ایران که نمیتونیم بریم، و ترکیه که سخته براتون، یک کشور ثالث باید پیدا به شما رو ببره. شما تمام تلاشتون متمرکز باید باشه روی جاهایی مثل کانادا. کانادا مهاجر پذیره، بچه های جوون شما رو میپذیره، چون اول زندگی و کار و سوددهی و ثمر برای جامعه کاناداست. اینه که خیلی علاقه منده. نیوزیلند و استرالیا دو کشور دیگه هستن که جوانگرایی دارن میکنن و به شما امکان میده که در اونجا زندگی کنید. پیگیر این ماجرا باید بشید. فریب وکلای ترکیه، چه ایرانی چه ترک، رو نخورید. هیچ کاری براتون نمیکنه. بسیار سخته برای یه مرد و زن ایرانی که 12 سال اومدن ترکیه، 13 سال یا 12 سال اومدن اونجا. خیلی سخته. با بچه ها چی کار بکنید؟ آیا دانشگاه میرن؟ خب پول میخواد. در ترکیه تحصیل به اون صورت مجانی برای خارجی نیست، برای خودشون هست. و متاسفم من، یعنی واقعا حرفای شما رو شنیدم متاثر شدم. آدم خودشو میذاره جای شما، همسرت، اما نمیدونم غیر از این توصیه دیگه بهت بکنم. توصیه من اینه که شما، حالا صدای شما که پخش شد
همین صدا رو شما میتونید بدید به سازمان ملل و سفارت کانادا، نیوزیلند، استرالیا، این کشورها و بگید آقا من تو برنامه نوریزادم بودم، این ضد انقلابی که میخوان بکشنش، دو دفعه هم خواستم بکشنش، حالا تو برنامهش بودم، شاید کمکی بکنه بهتون. صدای شما اینجا پخش شده، قبلا هم بودن کسانی که صداشون پخش شده یا حرفی باشون زدم و پناهندگیشون سریعتر صورت گرفته. بسیار ممنونم که و پوزش بیش از این نمیتونم کاری براتون بکنم. درود بر استاد بزرگوارم. من نظرم را راجع به چرا وقتی دلار تغییر میکنه روی بخش اکثریت تأثیر اولیه ندارد، چون هنوز قیمت نان، تخم مرغ و ماکارونی، بنزین و گازوئیل مرغ، آب و برق و گاز هنوز بالا نرفته. عزیزم این چیه داری میگی؟ گوشت کیلو 500 هزار تومان بالا نرفته؟ تو جنوب شهرم میگه 450 هزار تومان و اگر یک دفعه افزایش یابد. اما اینها حالت منحنی بالا میرن که یک دفعه فقط متوجه میشیم مردی، واقعا بگم مرگ در انتظار، اما در حالت منحنی به مرگ میرویم و ما الان مغزمون قدرت تحلیل کاهش رفته، چون سرپرست خانواده در حالت فرسایشی با همه اعضای خانواده و محیط بیرون به نوعی مرگ آهسته مغزی که بیشتر به مرگ یا خودکشی میاندیشند، واقعا وضعیت داغونی. عزیزم من چی برات بگم؟ شما میگی قیمت مواد خوراکی بالا رفته، چرا؟ شما مواد خوراکی رو میتونی با یه سال پیش مقایسه کنی؟ بالا رفته، گاز بالا رفته، برق و آب و بنزین و همه اینا بالا رفته. منتها نوسانات برای هر کدوم از کالا، یه کالایی هست که ما در خود کشورمون تولید میکنیم. مثل میخوام بگم 90% گندم مورد احتیاجمون رو خودمون تولید میکنیم. طبیعی است که قیمت اون یه دفعه بالا نره، اما اون گندم هم کود میخواد، کود شیمیایی میخواد، خیلی چیزهای دیگه میخواد که پرورش پیدا کنه بدون اینکه حشرات و نمیدونم حیوانات و اینا از بین ببرنش. گفتم حیوانات، یاد این پهلوان افتادم، یوز پلنگ کوچولو، چقدر سعی کردن زنده نگرش دارن. لعنت به اونایی که میره اینا رو شکار میکنه، لعنت به اونایی که طبیعت ایران رو از بین بردن. اون طبیعت باشکوه، آدم جنگل نارخورا میرفت گرگان نگاه میکرد، چقدر زیبا بود، چقدر زیبا. این طرف توی ساری و چالوس و آمل و جنگلایی که اونجا بود، چقدر زیبا، چقدر این کشور ما زیباست. من واقعا میگم مثلا آبسکون، خب همه میگن یه ویرانه خرابه، من آبسکون رفتم، فیلمی بود که بر پایه‌ام و قصه مترسک، فردین و زری خوشکام، فرامرز غریبیان هم بود. بعد به هر حال این قصه خیلی جالب بود، نجار از چوب عروسکی میساخت، خیاط لباس تنش میکرد و درویش بهش جان میداد، لیلا حاتمی ظهور میکرد، بعد همه این سازندگانش عاشقش میشدن. اون میگه من ساختم، اون میگه من لباس تنش کردم، درویش میگه من جان بهش دادم. وسط فیلم اختلاف پیش اومد و فیلم تعطیل شد، اومدن به یه روز من رفتم به آبسکون، پیش خودم فکر کردم خدایا سلطان محمد خوارزمشاه از برابر مغولا فرار کرده اومد تو این جزیره و اینجا دق کرد. ما با شاهانمون چه میکنیم؟ این داستان یزدگرد سوم، آسیابان مروی، برای اینکه لباسهای اونو بالا بکشه میکشتش. آریوبرزن داره تو کوه کیلویه با اسکندر میجنگه، یه خائنی از پشت میاره راهو بهش نشون میده، مثل خائنایی که رفتن تو بغل صدام خوابیدن و جای دوست و دشمن تو مملکت ما نشون دادن. تا پایان جهان
این جرم مسعود رجوی و دار و دستش رو ملت ایران نخواهد بخشید، کما که امروز هم نه اون آسیابان رو بخشیده، نه اون آدمی که تو کوه کیلویه از پشت اسکندر رو راهنمایی کرد. البته اسکندر بعد کشتش بیجان که به جایزه بده، گفت تو به وطنت که چنین خیانت میکنی وای به حال رفتارت با من. متاسف میشم این چیزا رو میبینم برام خیلی سنگینه. در حال ببین عزیزم، شما اشاره میکنی که این دوستمون اشاره کرده که آره چرا وقتی دلار تغییر میکنه، خب من برای توضیح دادم. نه عزیزم، همه چی داره گرون میشه. مسئله دلار هم مرتبط با تورمه، مرتبط با بی ارزگی رژیمه، مرتبط با بی برنامگی رژیمه. 20 روز پیش این سید ابراهیم 6 کلاسه میاد میگه تا 18 روز دیگه مسئله دلار، مسئله ارز خارجی حل خواهد شد. هیچ نگران نباش. میشه 62 تومن، 62 هزار تومن. سر خیابون ویلا یک هموطن یهودی بود که صرافی داشت. هر بار میمدم خارج میرفتم پیش از بانک بهتر ریال میدادم به هم، پوند میداد، دلار میداد، فرانک میداد، مارک آلمان غربی میداد که چه پول محکمی بود. این رفتم پیشش ازش عرض گرفتم برای خودم، برای فریدون توفیقی، احمد کسیلا و داداش. خب من داداشم لندن بود، ما با بچه ها اومدیم لندن، بعد برگشتن زمینی میخواستیم. من همینجوری که پولا رو شمردم دیدم این 1500 پوند به من اضافه داد. یکی از دوستا گفت آقا بذار جیب تقسیم میکنی. گفتم پدر من سالها با این مرد کار میکرد، ازش ارز میخرید، مشتری محضر پدرم بود. یه لحظه در دلش فکر کنه من با این کار کردم، یعنی من پول زیادی گرفتم و ندادم، باید بهش بدم. علارغم این توی مغازه جین فروشی تو رفتم که جین بخرم، کیفمو گذاشتم روی جین ها، یه آقا و خانومی اومدن، کالسکم دستشون بود، گفت فندک داری؟ کبریت داری؟ من زود دست کردم فندک رو بهشون دادم، اینا هم به سرعت از مغازه بیرون رفتن. نگاه کردم کیفم نیست، فریاد زدم. چیزی نزدیک به 5000 پوند و مارک و فرانک فرانسه رفت. همون شب زنگ دادم به اون دوستم، گفتم تو پول زیادی به ما دادی. گفت اب زیادی دادم. گفتم آره، من میام تهران بهت خواهم داد. آدم وقتی اعتقاد داشته باشه همین میشه دیگه. بله، حالا از کجا رفتم به کجا براتون، داستان غریبیست. حالا صرافا، ببخشید آقا یه 10 دلاری دارم خورد میکنید، من 600 تومن بیشتر نمیدم، 600 هزار تومن، 10 دلار، 10 دلار که میشد 60 تومن، مکسیموم 70 تومن، حالا 600 هزار تومن. او مای گاد، 100 دلار 6 میلیون تومان. خدایا مسجد من کجاست؟ یه پیام شفایی بهم بدید. اما آیه دکتر، من یه پیغام برای عطاالله مهاجرانی دارم، اگر به گوش ایشون برسه. آقا شما الان تو لندن چیکار میکنی؟ شما تو انگلستان چیکار میکنی؟ برگرد به همون بهشتی که آخوندها برای مردم ایران در تهران و ایران درست کردن، برگرد به همون ایران. شما الان در انگلستان چه منبع درآمدت چیه؟ من نمیدونم واقعا شما با حقوق بازنشستگی میتونی توی انگلستان زندگی بکنی، خونه ویلایی داشته باشی. شما که تعریف و تمجید میکنی از حکومت، برگرد به همون بهشتی که الان 44 ساله برای مردم رقم زدن. همینطور دختر علی لاریجانی، شما که در آمریکا هستی، شما چرا در آمریکا هستی اصلا؟ اگه موافق پدرت هستی
اگه معاصر پدرت هستی شما باید برگردی به همون بهشتی که پدرت و آخوندها برای مردم ایران ایجاد کردن، دلار 60,000 تومانی. شما در آمریکا چی کار میکنید؟ بقیه فرزندان اینها هم همین. دوست من، اینها وقتی وطن ندارن، وطن آنجاست، میگه کازاری نباشه، برم اونجا بچه‌مو بفرستم برای آینده خودم زندگی درست کنم، فردا اینجا انقلاب میشه، میان یقه منو میگیرن، جواد لاریجانی، علی لاریجانی، صادق لاریجانی، این جنایات چی بود کردی؟ خب یقه‌مو میگیرن. من باید تکلیف خودم از حالا روشن کنم. این رو شما مرتب دارید میبینید، گریزه از مرکز اینا برای علم آموختن، دانش یاد گرفتن، جهان رو دیدن نیست. گریزه از مرکز به خاطر وحشته، وحشت از مردم. میترسن میگن وای تقیبه توقی به خود ما گرفتار میشه. نگاه که هم دیدم که یه جا اشاره به آقای صادق لاریجانی شده که ایشون هم داره چیزاشو میفروشه و از کشور خارج میشه. نمیدونم صادق لاریجانی به هر حال در دوران خدمت دیپلماتیکش کارهای خوبی هم کرده. انتشار مجله فرهنگی بود به سردبیری زندیات دکتر احمد مهدوی دامغانی و کارهای دیگه از این کارا میکرد. حالا او برای چی میخواد بره؟ چون اخوین دارن میرن، عموجان میخواد بره، نمیدونم. عموجان هم نمیدونیم که قصه چیه. واقعا آقای کمال خرازی در این حکومت چه جایی داره که خامنه ای میاره بالا دست علی اکبر ولایتی او رو میشونه؟ مرکز تحقیقات استراتژیک در سیاست خارجی او رو میذاره، در حالی که ولایتی وزیر خارجش. اینا همه قابل تأمل و پرسش. یک پیام شفاهی به من بدید. درود به ایران فردا، شبکه یکی از شبکه های ملی ایرانیان. امیدوارم در آینده در خود ایران فعالیت کنین و اینکه خواستم اینو یادآوری کنم دکتر، اصلا شما ناامید و دلسرد نباشین، خودتون هم زیاد عصبانی نکنین، اینا همین شیرینی آخر کاریه که باید بعد به این روزا یه لبخندی بزنیم بعد از پیروزی جنبشمون. امیدوارم که هرچه سریعتر باشه و میدونم که ایمان دارم که به یک سال دیگه نمیرسه، به شرطی که این کشورهای استعمارگر آمریکا، انگلیس، فرانسه در حق مردم ایران نامردی نکنن، پول بهشون ندن که حداقل روند انقلابمون سریعتر انجام بشه. دکتر من و حتی شما خودتون دیگه از صحبتهای امیر عبداللهیان باید بفهمیم که اینا چقدر ترسیدن، واقعا باید بفهمیم که چی اینا چقدر ترسیدن از شاهزاده عزیز و این راهی که شاهزاده قدم توش گذاشته واقعا راه پرپیمان قوی، نه شخص گرایانه صحبت میکنه، نه از طرف خاصی دفاع میکنه، صرفا فقط موازش بر که کسرت گرایی هستش و این خودش امیدوار کننده است. بسیار ممنونم، من دیگه مزاحمتون نمیشم، خسته نباشین، به همین ادامه بدین. درود بر تو عزیزم. حالا درنگ کوتاهی میکنیم، آهنگ بسیار زیبایی رو گوش بدیم و باز برگردم در خدمت. درود دوباره و درودی به سبا پاشایی عزیز با این صدای شفاف خیلی زیبا. خبرگزاری کنگره ملی ایرانیان یک خبری بیرون داده، تأملم کردم روش، علی آقا هم به من داد خبرو.
در ادامه حملات شما دیدید بایوتروریستی که بچه ها رو مسموم میکنن. چهارشنبه دهم اسفند دست کم 26 مدرسه در تهران، کرج، اردبیل، شاهینشهر، قم و کرمانشاه هدف حمله قرار گرفتن. حملات شیمیایی در تهران سر موجب اعتراض گسترده خانواده دانش آموزان شد. در یکی از ویدیوها از مدرسه 13 آبان در تهران، حمله وحشیانه پاسدار صمد اسدی، فرمانده اطلاعات بسیج القدیر تهران سر، به یک مادر دیده می شود که حتما هم دیدنش، ما هم پخش کردیم. پاسدار صمد اسدی کیه؟ برادر تروریستی به نام رحمت اسدی. او کیه؟ در پوشش قهرمان مسابقات پینتبال به نقاط مختلف جهان سفر میکرد. در حقیقت یک مقام ارشد سپاه قدس است که مسئول استخدام قاتلان حرفه‌ای و کارتل‌های مواد مخدر برای عملیات‌های برون مرزی رژیم میباشد. او به اتهام روبودن و قتل عباس یزدان پناه، دوست عزیز من، حیف، در سال 2014 در دبی به حبس ابد محکوم شده بود. سال 2020 در جریان تبادل زندانیان به رژیم حاکم بر ایران تحویل داده شد تا بره آدم بکشه با لباس قرمز یه بانوی گرامی رو، مادر یکی از این بچه ها رو زیر مشت و لگد بگیره. تو اسمت مرده، اسمت ایرانیه، اسمت تو گراز وحشیست. بسیار متاسفم، بسیار متاسفم. بله، دوستی برای من از بچه های امیریه بیژن نوشته که البته بچه منیریه است، ولی خب منیریه هم جزی از امیریه، منیریه باغ کامران سلطنه بود، منیریه سلطنه مادرش بود و اونجا اسم منیریه رو گذاشته بودن. چه باقی هم داشت که من بچه بودم گاهی آدم میرفت یه آبنباری ازش میومد و یه نهری بود اونجا، اغلب خوره اونجا نهر داشت. میگه که دوست من، به نظر حضرت عالی که نقطه نظرتون صائب است، با سرنگونی و ویرانی ساختار مدیریتی مملکت، آیا سالها زمان برای بازسازی و تجدید ساختار جدید و بلاعیب طلب نمی کند؟ آیا مجدداً صرف زمان و عقب ماندگی این ملت ستم دیده را باعث نخواهد شد؟ البته باید هزینه هر چیز پرداخت بشود، ولی مجدداً با نظر شما همین ساختار منظور جمهوری با صافکاری مدیریتی هزینه کمتری پرداخت می شود؟ ارادتمند بیژن از میدان منیریه. نبیژن جان، کمان که تا امروز همطور بوده. رژیم با استناد به اینکه ما اگه بریم سوریه میشه مملکت به هم میریزه، این در واقع خرافه رو میخواد تو ذهن مردم جا بندازه که اگه من برم اوضاع خراب. نه، اگر این دزدا برن، انقدر ایران فرزند شایسته پسر و دختر داره که اینا با عشق و با جان و دل میان وطنشون رو میسازن. بعد یادت باشه برادر من، میلیاردها پول ایرانی آماده است که به وطن برگرده. اینا دزدیدن ولی ایرانی ها آمادن پولشون رو به وطن برگردونن. به این نکات مثبتم دقت کنید. باور کنید با بودن اینا هیچ اتفاقی نمیفته و روز به روز وضع کشور ما بدتر و بدتر و خطرناکتر. درود بر جناب نوریزاده. در سال 57 شهبانو فرح عزیز به عراق تشریف بردن و دیداری با خویی داشت. اگر امکان داره مصاحبه ایشون رو با خویی منتشر کنید. این در تاریخ خواهد ماند، مشهد مین برجلی. من الان گفتم بچه ها بگردم، متاسفانه پیداش نکردم، ولی تصاویری داریم، نگاه کنید. بله این درست، شهبانو به چادر بودن. بله می گفت آقای خویی، گفت شما ملکه یک کشور شیعه اید، نباید اینجوری دست بدید با مردم. رفته بود شهبانو که یک کلام مثبتی بشه. آقای خویی هم دنبال ملاحظه کاری ها،
همشون هم اینجورن. الان آقای سیستانی چرا حرف نمیزنه در حالی که اینجا وظیفه مطلق داره، وظیفه داره حرف بزنه، رژیمی داره مقلدان بالقوه شو داره میکشه، نباید حرف بزنه؟ چه امکاناتی مولوی عبدالحمید داره که اون نداره؟ مولوی عبدالحمید هیچی نداره. آقای سیستانی ماشاءالله میلیاردی میلیاردی، اگر تمام هزینه جنبشو بده یک بر دامن کبریاش ننشیند گرد، اینقدر امکانات داره. متاسفم برای آقای سیستانی، بسیار متاسفم. در حال شعبانو رفت و با آقای خویی صحبت کرد، آقا وطنت یه حرکتی بکن. همینطوری نمیشه که، اونم که واقعا عجب حرکتی کرد. سلام جناب استاد نوریزاده عزیز و عاشق، عاشق وطن، خواهشم برای مردم بیان کنید که گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. لطفا بگیم بخشودگی و مثلا عفو سید علی از روی استیصال و از روی ناچاریه. بگیم که اگر زندانها رو خالی نکنه توی این شرایط بد اقتصادی که هر زندانی مقابل 20 فرد آزاد هزینه داره، براشون ضرر مالی داره. لطفا برای هموطنان بگید که آرامش اعتراضات امروز از روی تفکر درست و تاکتیک معترضین است، و چون اکثر معترضین جوانان دانش آموز و دانشجو هستند که دقیقا همین چیزی را که نیروهای اطلاعاتی میخوان تا با سرکوب براشون راحت تر بشه، برای مردم بیان کنید. با آمدن تابستان گرم این جوانان که امروز زیر پوستی فعالیت میکنند چنان تابستان داغی رو برای جمهوری اسلامی رقم میزنن که از حرارت انقلاب جوانان جمهوری اسلامی ذوب میشه. منم باید موافقم. ببین هر انقلابی مراحلی داره، بالا پایین داره. این انقلاب در شهریور آغاز شد، فوق العاده خوب بود با همون امکانات اولیه. بعد جوان ها دیدن الان سرمای شدید داره میاد، زن ها دیدن سرمای وحشتناک داره میاد، پس مثل همه جا معمول و متداوله، هوا سرد میشه، طبیعتا از جنبش و حضور کمتر میشه. اما یه چهارشنبه سوری در برابر ماست که حتما مردم معجزه خواهند کرد و رژیم هم برای وحشیگری داره خودشو آماده میکنه. حداقل در 11 استان نیروهای اضافه ریختن، از بلوچستان تا آذربایجان غربی. باید منتظر. کردستان آماده است، کرمانشاهان آماده است، ایلام آماده است. اینا رو باید در نظر بگیریم برای اون روز 2 میلیونی. براتون گفتم 2 میلیون ایرانی در خیابان 20 شب رژیم سرنگون خواهد شد، در این تردیدی نکن. بله، حالا براتون یه پیام کتبی رو میخونم. با درود فراوان به شما آقای نوریزاده عزیز. عزیز جان، خیلی خلاصه عرض کنم، افرادی که به هر اسم و عنوان حزبی میآیند و در ضمن ابراز وجود از شخص رضا پهلوی میخواهند که ایشان عنوان شاهزادگی خود را منکر بشود، اینها تنها و تنها به فکر هدفشان یک چیز است و بس، عمر نظام جمهوری اسلامی است. اصلا به فکر فنا رفتن هستی مردم ایران نیستند، به فکر جوانانی که معلوم نامعلوم اعدام میشوند نیستند، به فکر چوب احراز به گوشه این خانه زده میشه نیستند، چون شاهزاده رضا پهلوی حتی پسران دوقلوی من که الان 28 سال سن دارن عاشقش هستن، بارها با من به شدت تاختن که شما از سر سیری جوگیر شدید، بی سواد هم که بودید، آنچه که ملاها گفتن چشم بسته عمل کردید.
آینده به کار خودتان خواهد. بله معلومه، آینده خواست شما باید تحقق پیدا کنه. آینده خودتان که ما باید نگاه کنیم که آینده ما بی فردا نباشه. دانش آموزه رو چرا میزنن؟ خواهشن به حرف این افراد بی نام و نشان توجه نکنید. به آرزوی پیروزی و دیدار شما دهکردی از مشهد. دهکردی عزیزم خواهشن نگو، غلطه، یک واژه فارسی با تنوین عربی باب شده. گاهن میبینم توی حرفا توی نوشته ها میارن، نکنه عزیزم، خواهشن مکن. بدون خواهشم به من بگی، مردمم گوش میدن، صداقت رو که میبینن روی چشمشون میگذرم. پیام شفاهی یکی دیگه میتونیم پخش کنیم؟ گوش بدیم. وطنان عزیزم، یه موضوعی رو که من میخواستم بگم اینه که راجب مسمومیت دانش آموزانه. ما هیچ وقت تو این اخبار نشنیدیم که معلمانی که تو کلاس بودن اونا برنامهشون چیه، اونا چی داره میگن. اونا میدونم که به احتمالی تهدید میشن و اینا، بالاخره اینجوری که نمیشه معلمی در کلاس بوده معلم هم واسه بیهوش بشه یا حالش بد بشه. برای من خیلی جالبه این موضوع، چرا اونا نمیان جلو؟ به امید پیروزی. ممنونم ازت. میان جلو، معلم اومدن، کارمنده اومدن، بازنشسته اومدن عزیزم. خیلی چیز، بالاخره مردم هم شرایطی داره. جوون ها که میان نیرو دارن، قدرت. اون بازنشسته خسته دل شکسته وقتی یه روزشو میاد میذاره تو تظاهرات و اعتصاب و اعتصام به قول معروف، خسته، باید حتما دارو مصرف کنه، باید حتما سر موقع غذاشو بخوره. حالا هم که غذاها به خاطر گرونی کم بوده، پروتئین و کلسیم و غیره. واقعا مردم ایران مردم نجیبی هستن، واقعا مردم نجیبی هستن. تو این شرایط با این رژیم آدمکش نجابت بی‌مناسبت. علی از ایران میگه که چرا همه سوی ایران سرای من است. با امید روزی که جناب نوزاد شما رو در ایران ببینم و دیگه شاهد اون آه و حسرتی که برای دوری از ایران در دل دارید نباشم. باور کنید ما با انقلاب و پیروزی یک قدم فاصله داریم. اگر به این درک برسیم که معنی انقلاب این نیست که عده‌ای جاشون رو وسط بازار ببخشید، که عده‌ای جانشون رو وسط بذارن و به خاطر آرمانهاشون و عده‌ای در خانه و پای تلویزیون بنشینن و از کشته شدن اون عده دیگه اشک بریزن و سران رژیم رو فوش بدن، نه، به این حرفا رژیم عوض نمیشه. رسیدن به یک جامعه‌ای که همه آرزوشو داریم، حضور میلیونی در کف خیابون رو میطلبه. باور کنید جناب دکتر، این خودش تاکتیکه. هر چقدر تعداد افراد در خیابان بیشتر باشه، کشت و کشتار هم کمتر باشه، چون به لحاظ روانی روی فرد سرکوبگر به شدت تأثیر منفی میذاره و ترس سراسر وجودشو میگیره و ناخودآگاه مجبور میشن به خیلی عظیم جمعیت بپیوندن و در نهایت انقلاب، زن، زندگی، آزادی به نتیجه خواهد رسید. بسیار ممنونم ازت. فکر می‌کنم یه پیام شفاهی دیگه هم بتونه گوش بده. با سلام خدمت دوستان عزیز، یک پیغام داشتم برای شاهزاده رضا پهلوی. دوست عزیز، ما ملت داخل ایران تقریبا میشه گفت اکثریت ملت ایران اون راه درستی رو که خودشون میدونن میان پیاده میکنن، حالا خیابون باشه، اعتصاب باشه، هر کاری باشه. این دلیل نمیشه که شما منتظر بمانید که ببینید فلان گروه فلان دسته آیا میان ائتلاف کنید یا نه. و این ممکنه که اصلا اکثر این
دسته ها و گروه ها وابسته به جمهوری اسلامی باشن. نباید شما منتظر کسی باشید آقا. شما به عنوان شاهزاده، کسی که بیشترین طرفدار رو داره داخل ایران، یعنی سیستم پادشاهی رو اکثرا قبول دارن، خواهش من اینه که جلو بیفتید به عنوان یک رهبر واقعی اپوزیسیون. اگر هر کس انتخاب کرد که راه شما درسته، پشتیبانی کرد که فبه ها، اگرم نه که فبه ها، شما کار خودتون رو ادامه بدید. من خواهشم اینه که دیگه تعلل کافیه، حرکت کنید، به خاطر اینکه ملت داخل نیاز دارن به یک رهبر واقعی در خارج. ممنون و متشکر. خواهش من و تمام ملت ایران اینه که شما نباید منتظر بمونید، حرکت کنید. اونی که درست انتخاب کرده، قبول داره شما رو، قبول داره ملت ایران رو، که میخواد به یک نتیجه برسه، حتما پشتیبانی خواهند کرد. اونی هم که نکنن، یا وابسته به جمهوری اسلامی هستن یا گروه هایی هستن که نیازی ندارن. نیازی دوست من رو متاسفانه این تایمت بود که تموم شد، ما قطع نکردیم. ببین عزیزم، هی به شاهزاده میگفتیم آقا چرا نمی وسط، چرا نمیتون، آقا من هستم، نه بیشتر میخوایم باشیم. اومد. خیلی طبیعی است چهره هایی هستن حالا به اسم سلبریتی، روزنامه نگار، اجیتور، هر چی اسمش بدیم، تندرو، چی بگم اسمش، حالا نمیخوام اسمی بگم که ناراحت بشن، ولی به هر حال یه عده دیگه هم تو صحنه هستن. شاهزاده میگه به جای حذف اونا به بازیشون بگیریم. بسیار فکر خوبیه، ولی در مقابل به طرفدارای افراطی خودش اخطار میده، اخطار خیلی شدید میده که شما با این روش و با این راه برد نمیتونید به اون هدفهای مقدس دست پیدا کنید. پس یه خود کوتاه بیاییم با هم بریم و میپذیرن مردم، از اون میپذیرن، شاید کسی دیگه نپذیرن. در حال به نظر من فوق العاده خوب بود و امیدوارم که شاهزاده در کارش توفیق بیشتری داشته باشه. با سپاس و درود خدمت جناب نویزاد، خواهشن این پیام منو حتما از کانال خودتون به ملت ایران برسونید که چطور حکومت جمهوری اسلامی گلوی ملت رو داره فشار میده تا امکان سرمایه این مردم رو به نفع خودش بفروشه، تا تمام سرمایه، تکرار میکنه، تا تمام سرمایه این مردم رو به نفع خودش بفروشه. جناب نویزاده، من از استان همدان این پیام رو میدم. قبض گاز مصرفی مشترکین خانگی رو تو این سه ماه سرد زمستان دولت 20 برابر گرون کرد. قبضی که سال قبل 100 تا 200 هزار تومان بوده الان شده 2 تا 9 میلیون تومان و اصلا جوابی هم نمیدن. میگن دولت گفته هر که اضافه مصرف کرده نقره داغش کنه. به خدا من رفتم شرکت گاز، 100 نفر با چهرهای نگران، ناراحت و بعضی از مردم بغض کرده اومده بودن و هیچ جوابی نمیگرفتن. فقط میشد قسطی کنین، من از شما تقاضا دارم، اعلام کنید که مردم قبض رو پرداخت نکنن، که این به خدا اگر امسال اگه قسطی هم پرداخت کنن لابد باید 10 میلیون پرداخت کنن. آخه مملکتی که دومین ذخیره گاز جهان رو داره و دارن صادر میکنن به پاکستان و ترکیه به قیمت خون ملت، باید بگم اینو باید من اضافه کنم، به قیمت خون ملت از خارج میخرن، به قیمت ثمن بخش به خارج میفروشن. شما فکر کنید که قطر چه کرد با گاز ما، پارس جنوبی. بعد میگه مسلما سال آینده باید در سرما با خانواده خود بلرزن و جرأت روشن کردن بخاری را نداشته باشند. تنها راه برخورد اینه که همه با هم قبض رو پرداخت نکنیم. ممنون حمید از همدان. حمید جان دقیقا حرف درسته. بخشی از مبارزه منفی عدم پر کردن جیب حکومته. میاد تهدید میکنه که برق و آب و گازتون رو قطع میکنه، بگید قطع کنید. یه مقدار ذخیره وردید برای یک روز از آب،
و مطمئن باشید روز بعد مجبورم وز کنن، چون کار خودشونم مختل میشه. ولی بیاین شما یه بار ندید، این مبارزه منفیه که میتونه اثرش برای شما بسیار مؤثرتر و مفیدتر از اون، خیلی خیلی مفیدتر از این که شما سرتون بنزین پایین و هر وقت هم دولت گفت من اضافه میکنم چشما میریم میدیم که مبادا برق و آب و گازمون قطع بشه. نکنید، نکنید این کار. تو بریتانیا بعد از این ماجرای اوکراین گاز گرون شد، برق گرون شد، مردم مقاومت دارن میکنن. پا میشه نامه میرسه به کانسیل، آقا من نمیتونم بدم، چیکار میخوای بکنی؟ برقم قطع کنی؟ مریضم هستم، ناراحتم هستم، چیکار میخوای؟ و باهاش را میان. این حکومت های فاسد و جائر درسته مسئولیت نمیپذیرن، نمیخوان را بیان، اما ته قضیه خودشونم تو گیرن، خیاطم در کوزه میفته. حواستون دقیقا جمع باشه. یکی از بهترین راههای مبارزه با رژیم های آدمخوار اون بخش از مبارزه منفیه که دودش به چشم رژیم میره. امیدوارم این کارو بکن. خب به من میگم وقتی من تموم شد، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.